پس از زمین لرزه کم پیشینه و مرگبار در چندین ولایت جنوب شرق کشور به شمول پکتیکا و خوست، اکنون وزارت دولت در امور رسیدگی به رویدادها می گوید که با گذشت بیش از یک شبانه روز هنوز هم شماری از افراد زیر آوارها گیر ماندند و تا هنوز بیرون کشیده نشدند. ارقام دقیق اونا رو ما گفتن می دارم که در زیر مخروبه ها گیر ماندند. ای که چرا به یک بارگی او نجات داده نشد، ای کار ناممکن هم است. در اکثر کشورهای پیشرفته دنیا هم همچه اتفاق که به میان می آید، اونا هم نمیتونن که در یک ساعت و دو ساعت همه را زیر مخروبه ها نجات بتن. زمان گیر می باشد، چند روز در بر می گیره. به گفته این وزارت، حکومت سرپرست برای خانواده های آسیب دیده 100 میلیون افغانی اختصاص داده است، اما کمک ها برای آسیب دیدگان بسنده نیست. او از جامعه جهانی و نهادهای مدد رسان می خواهد تا کمک هایشان را به کشور سیاسی نسازند. خواست ما از اونها اینی است که ای کمک های بشر دوستانه باید سیاسی نشه، به کمک های خود با مردم و اونها باید ادامه بتن. ما بالای سایر نهادهای مدد رسان خارجی صدا می زنیم که اونها اجازه نتن کمک های بشر دوستانه سیاسی شوند. یک موضوع عاطفی و بشری است. ما می خواهیم که همه دنیا با ما در این مورد همکار باشه. این قضیه و حادثه بسیار بزرگ بود و همچنان در داخل هم تمام هموطنان ما باید همبستگی خود را نشان بدن، در این قضیه همدردی خود را نشان بدن. این در حالی است که برخی از کشورهای جهان به شمول ایران، پاکستان، ترکیه، قطر، چین و برخی از کشورهای دیگر کمک‌های انسان دوستانه را به افغانستان تعهد کردند.